شمار مبتلایان در کانادا در اکثر ولایات رو به افزایش است و به متوسط روزانه 5700 نفر رسیده است. در هفته‌ای که گذشت شمار مبتلایان روزانه آنتاریو، آلبرتا و کیوبک رکورد به جا گذاشت. این سه ولایت در روزهای اخیر هر یک بین 1400 تا 1800 مبتلای جدید داشتند. دکتر تریزاتوم مسئول ارشد سرطانی کانادا هشدار داده است اگر کانادایی ها صریحا رفتارهایشان را اصلاح نکنند تعداد مبتلایان جدید تا ماه آینده به روز 10000 تن خواهد رسید. مسئول سی در سراسر کانادا مرتب از مردم می خواهد که تماس و رفت آمدهایشان را با دیگران کاهش دهند. باز هم در 24 ساعت گذشته 1746 بیمار جدید آلوده به ویروس کرونا در آنتاریو تشخیص و ثبت شده است که تورنتو با داشتن 622 بیمار در صدر لیست قرار دارد و پیل با 390 بیمار و یارک با 217 تن بعد از تورنتو قرار گرفتند. در 24 ساعت گذشته 8 تن از اثر ابتلا به ویروس کرونا جانهای خود را از دست داده که رقم امروز تلفات در آنتاریو را به 3656 تن افزایش داد. تا کنون 116492 تن مبتلا به ویروس شدند که از این جمع 98639 تن دوباره صحت خود بازیافته و 3656 تن جان باختند. در کانادا با تشخیص 5468 بیمار جدید در شبانه روز گذشته تعداد مبتلایان به ویروس به 371715 تن افزایش یافت که از این جمع 294581 بیمار دوباره صحتمند شده و با مرگ 56 تن تلفات در کانادا به 12040 تن افزایش یافت. ولایت کیوبک هنوز هم با داشتن 141038 بیمار در صدر لیست کانادا قرار دارد. در امریکا تعداد مبتلایان به 13,760,186 تن افزایش یافت که از این جمع 273,160 تن وفات نموده و 8,109,606 تن دوباره صحت خود باز یافتند. کشورهای هند و برازیل بعد از امریکا جایگاه دوم و سوم را در جهان اختیار نمودند. در جهان تا نیمه امروز دوشنبه 3 نوامبر 63,320,558 نفر مبتلا به ویروس کرونا شدند که از این رقم 1,469,482 تن دوباره شفا یافته و 43,787,101 بیمار دوباره صحت خود باز یافتند. This coronavirus disease or COVID-19 news is brought to you by Sabor Popalzai. وزارت سرطانی کشور اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 16 بیمار کووید-19 جان باختند و در شبانه روز گذشته 283 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. این نتیجه از آزمایش 1300 نمونه مشکوک به کرونا به دست آمده است. همچنان بهبودی 57 مریض مبتلا به کرونا از سوی وزارت سرطان در 24 ساعت گذشته گزارش شده است. با این حساب شمار کل مبتلایان به کرونا در کشور به 46498000 تن رسیده است. از این میان 36,788 تن بهبود یافته و 1,779 تن دیگر جان باختند. شیوع موج دوم ویروس کرونا در 28 ماه عقرب از سوی وزارت صحت عامه تایید شد. در روزهای اخیر مرگ و میر ناشی از کرونا و موارد ابتلا به آن در وطن ما افزایش یافته. اما در ولایت غزنی افزایش شیوع موج دوم ویروس کرونا قربانی گرفته میره. گزارشی را از تلویزیون غزنویان تقدیم شما میکنیم. همزمان با شروع موج دوم ویروس کووید-19 یا کرونا در برخی کشورهای جهان، افغانستان نیز گواه افزایش بیماران کووید-19 است و از این میان ولایت غزنی که در موج اول کرونا نیز شاهد صدها بیمار کرونایی بوده است
موج دوم این ویروس را نیز در پیش رو دارد. دکتر ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی میگوید که شیوع موج دوم کووید 19 در ولایت غزنی نگران کننده است و در بیشتر از یک ماه پسین آزمایش 145 بیمار کرونایی در لابراتوارهای کشور مثبت تشخیص شده است و واقعیتشان روز به روز افزایش پیدا میکنند. ما تقریبا مو واقعیتی که توسط لابراتوار کانفرم است تعدادشان به 143 نفر میرسد که بعد از او که به اصطلاح موج دو شروع شده و یا در ظرف یک ماه یک نیم به این طرف ما ثبت کردیم، در حالی که پیش از اون ما در شفاخانه تداوی مریضان کرونا ما حتی 3 مریض 4 مریض داشتیم، ولی امروز و فردا و دیروز ما اوسطا 15 الی 20 مریض داریم. ای به این معنی است که در غزنی هم موج دوی کرونا شروع شده و واقعیت روز به روز اضافه تر میشه. آقای نیکمل میگوید که اگر فاصله های اجتماعی و سایر موارد بهداشتی رعایت نشوند، موج دوم کرونا خطرناکتر از موج اول خواهد بود. اگر ما شما بی تفاوت باشیم، فواصل اجتماعی را مراعات نکنیم و از ماسک در بیرون از خانه استفاده نکنیم و یا گردمایی ها و روسیه و یا اشتراک بکنیم، طبعا که خطرناکتر است. مسئول یکی از شفاخانه های خصوصی در غزنی میگوید که موج دوم ویروس کرونا در غزنی روبروش است و همه روزه چندین بیمار مشکوک به ویروس کرونا در شفاخانه های خصوصی مراجعه می کنند. اول دفعه چه کرونا کرش رو شد و یعنی موج کرونا نسبت اولینی حالت اوس زیاده، یعنی که مکتا تقریبا در ورز اتیا و نمی نفر مرزا مراجعه وکنی دیگه در جمعه تقریبا 15 یا 18 دانه حتما مشکوک به کرونا دیم. نو چون مقدرتا کم احتماما چه دی غاری ورتوانی ول چی وقت مکمل رساسایی نشتا نو آقا مگه لیگو کرونا سنترت. شهروندان غزنی بدین باورند که باید فاصله های اجتماعی بیشتر رعایت شوند و بیماران مشکوک به کووید 19 در خانه هایشان قرنطینه شوند. ما از مردم می توقع دارم و این خواهش دارم که باید فاصله را مراعات کنند، در جاهای پر ازدحام نروند و از جاهایی که بیروبار زیاد است گوشه نشینی کنند. نو هغه څوک چې په کرونا وایروس باندې اخته شوی دوی د 15 ورځو یا لدین زیات وخت لپاره خپل ځان په کور کې قرنطین کې روغتیایي لارښوونو ته دی پام وکړي، توجه دی ورته وکړي او زیات و بیروبار او د ګڼو ګڼو ځایونو ته دی لاړ نشي. باید گفت که از آغاز شیوع ویروس کرونا در غزنی تا کنون در مرحله اول و دوم بیش از 700 بیمار کووید 19 مثبت تشخیص شدند و بیش از 60 تن از این بیماران جانهایشان را از دست دادند. حمایت شده توسط سلیم کاروان فارم.